أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 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 را تایید میکنند که به هیچ وجه هدف از زندگی هدف از این زندگی آن نیست که ما در رفاق و آسایش باشیم، بلکه هدف آن است که فرمان خدا را اجرا کنیم، سختی ها را تحمل کنیم، خود را بسازیم، ضمن ساختن خود یا بعد از ساختن خود دیگران را کمک کنیم، همکاری کنیم با دیگران، در رفع مشکلات اقدام کنیم تا اونجا که بتوانیم در رفع مشکلات اقدام کنیم. حالا هر چه نتوانیم مهم نیست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس ملاحظه فرمودید که توجه به هدف از مسلمانی این مشکل رو حل میکند. به یک مطلب مهم اشاره میکنم. شما مطمئن باشید در تمام شؤون زندگی هر جنبش و نهضت و ترقی مشکلاتی با خود دارد. بگذارید اول از عوامل طبیعی و از زندگی افراد شروع کنیم، یکی آخریش مثال جهان اسلام امروز با ملل دیگر باشد. اول از نظام طبیعت، اگر باران نیاد خشکسالی باشه، اصلا باران نیاد، هیچ مصیبتی و بلایی برای زندگان پیش نمیاد. در عالم حیوانات هیچ جانوری مسموم نمیشه، هیچ درختی گیاه و علفی آسیب نمیبیند، چون نیست که آسیب ببیند. پشه ها و خزنده های موزی به وجود نمیان، غرق صورت نمیگیرن، پولی نمیشکنن، خانه خراب نمیشه، خب باران نیامده دیگه. هیچ برتر زراعت و اختلاف هیچ طایفه هم به جنگ نمیپردازن، هر کس خاموش آرام در خانه خودش میشیند، چیز یافت میخورد، نیافت هم همدیگر میخورن، چون وقتی نعمت نیست اختلافی نیست، در و مرافعی نیست. این در نظام طبیعت. حالا بیایی سراغ زندگی فردی. شما هر که باشید، اگر در خانتون بنشینید هیچ کار و فعالیتی نکنید، کسی با شما مخالفتی نمی کند، کسی کار به کارت ندارد. حالا مردم تارا بشناسن لقمه اینان بهت میدن، تارا نشناسن گرسنگی میمیری، سر و صدایی هم نداری. اما حالا بیا فعالیت کن، کار بکن. اگر در بازار کار بکنی با مشکلات شهرداری و مشکلات رقبای تجارت رو برو هستی، کارمند دولت باشی توبیخنامه دریافت میکنی، در خطر اخراج قرار میگیری، در خطر انتقال قرار میگیری، کشاورزی را بیاندازی، رقیب تو میاد شکایت میکنی زمین ما را گرفته. حالا بفرمایید برید دادگاه برای حل مشکل زمین. حتی اگر کارخانه مرغداری دایر کنی، بازم رقیبی هست که تو را شکایت کنه که آقا این فلان کرده، تقلب کرده، احتمالاً به هر حال به زندان هم میروی، برای اینکه فعالیت کردی دیگه، کار کردی نه. بله، شما آرام بخوابید هیچ کاری نکنید که چه کار به کارت نداره، درسته دیگه. اما هر وقت فعالیت شروع کردی، هر فعالیت میشه بالاخره رقیب پیدا میشه. آدم خوب و درستکاری باشی، حسودان و نادرست ها به حسابت میرسن. آدم بد نادرستی باشی، قانون و عدالت سراغت میاد. قبول یا نه؟ بالاخره به هر نوی تو رو به پای حساب یا پای بیساب میکشن. این دوتا در نظام طبیعت و در کسب و کار. حالا ببینیم سراغ امت، طولانی نکنیم. اگر جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان به وجود نیامده بود، بزرگترین مسجد جمعه آسیای میانه در مسکو بنا نشده بود، بخارا و سمرقند از نو شروع نمی کردن به جان گرفتن و به یاد اصل نور، به یاد هزار سال قبل افتادن، پیش نیامده بود. در مصر نیز نهضت اسلامی نبود، جبهه انقاذ الجزایر به وجود نیامده بود. اگر این چند تا نبود، مطمئن باشید در بوسنی و هرزگوین هیچ کس زندان نمی رفت، کسی کار به کار ما نداشت دیگه. امتی خابیده استعمار همه چیزش میگیرد که چی کار به کارش داره، که چی کار به کارش نداره که
تسلیمی دیگه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. که در هر شهری یه پادشاهونه داشته باشد، چون امتی کسی کار به کارش نداره که، او هر چه خواستی بکن، بخور بنوش برخت تا بمیری، مسئله هم نیست، دشمن نداری دیگه. اما حالا میدانید چه شده؟ من این داستان را از یک آدم دانای سیاستمدار که نمیخوام نامش برام نقل میکنم. اولین کنفرانس ائمه جمعه که در تهران تشکیل شد سال 61-62، تلویزیون CNN برنامه خود را قطع کرد و چهره از اون سمینار نشون داد، کنفرانس ائمه جمعه تهران، که چهره های ازهری علمای جامع الازهر، چهره های ندوی علمای حجاز با لباس ندوی نشسته بودن همه. گوینده آمریکا در تلویزیون CNN گفت امت مسیح، امت صلیب، بیدار شوید، این مقدمه جنگ های صلیبی است، اگر این را خاموش نکنید امت 1000 میلیونی شورش میکند، شما را از فلسطین و از شرق بیرون میکند. شوخی نمیکنم. تلویزیون CNN برنامه خودش قطع کرد، چهره هایی از علمای تجمع کرده در تهران نشون داد، و ببینید امت مسیح بیدار شوید، اینا میخوان قیام کنند، میخوان از نو نهضت جنگای صلیبی را تکرار کنند و باز فلسطین از دست ما بگیرن، شرق را بگیرن. طبیعی نهضت ها، بیدار شدن ها مشکلاتی به وجود می آورد، ولی انشاءالله امت اسلام پیروز خواهد شد. این احتمال دارد که پیروزی دیر برسد، زیرا مشکلات خیلی زیاده، ولی خب به هر حال ما مطمئن هستیم مطابق وعده‌ای که خدا به امت داده، امت پیروز خواهد شد، در جمع مسلمین عزت برقرار خواهد شد، کما اینکه الان هم در جمع مسلمین عزت ما داریم. با توجه به حوادث جریان‌های پرنشیب و فراز تاریخ اسلام در قرن گذشته، ما الان در وضع بدی قرار نداریم، وضعمون خیلی خوبه. با توجه به حوادث گوناگونی که در قرن گذشته داریم، ما الان وضعمون خیلی خوبه. یکی از علل‌های توجه جوانان و ترسشون شاید این باشد، امروز به وسیله فعالیت شدید و کامپیوتر شدن رسانه‌های گروهی، حوادث کوچک خیلی بزرگ به جهان عرضه میشه. این یکی از عوامل ترس و وحشته. به عنوان مثال خود اهالی بوسنی برای اینکه مسلمان رو تحریک کنن، اگر 5 تا کشته دادن میگن ما 50 تا کشته دادیم، اگر 1000 تا اسیر دادن میگن ما 30000 تا اسیر دادیم، برای اینکه جلب توجه بکنن و جهانیان انسان رو به طرف خود وادار کنن. متاسفانه دشمن هم همین کار میکنه، دشمن هم برای اینکه امت انسان رو بترساند میگوید ما تصدیق کردیم و کلیه مسلمان بزرگ نابود کردیم، حاضر نیستن که اون چی کردن همونطور که هست بگوین، برای اینکه مسلمان رو بترسانند چند برابر جنزه میدن، وگرنه به اون صورت نیست. ما امت انسان در حال عزت هستیم الحمدلله، کسی منطقه از ما را از تصرف مسلمین نگرفته و ما هنوز عزت داریم همه جا، انشاءالله در همون بوسنی و هرزگوین هم مسلمان پیروز خواهند شد و به هیچ وجه خطر شکست برای امت اسلام در پیش نیست الحمدلله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سیئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. اتقوا الله عباد الله اوصیكم ونفسی بتقوى الله ثم اعلموا اننا غدا بين يدي الله للحساب موقوفون وعن اعمالنا مسؤولون وعليها مجزيون ان خيرا فخير وان شرا فشر فحاسبوا عباد الله انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا ثم اعلموا ان الله عز وجل صلى على نبيه الكريم في كتابه الكريم وامرنا معاشر المؤمنين ان نصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه افضل الصلاه واكمل التسليم فقال عز وجل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما